چرا بورس آمریکا همواره به سمت بالا حرکت میکنه؟ چرا شاخص تکنولوژی اینقدر داره به سمت بالا حرکت میکنه و رشد میکنه؟ چرا در 10 سال اخیر اینقدر رشد کرده؟ چرا امسال که همه میگفتن حباب شاخص تکنولوژی قرار بهتره که هیچ ترکیدن اتفاق نیفتاد، خبر واکسن هم اومد بیرون بازم اتفاق نیفتاد. تو این ویدیو میخوام راجع به این باتون خورده صحبت بکنم. دوستای گل خودم، همراهان، عزیزان و بینندگان ویدیوهای مارکت نیوبی، خدمتتون سلام عرض میکنم. یه ویدیو ما قبلا پر کرده بودیم چند ماه پیش که در مورد سوالی که یه سری از بچه‌ها پرسیده بودن، لینکش هم میگم اینجا بذارن، شکلش هم میگم بچه‌ها این بالا این یه طرف یا این طرف بذارن، که آیا شاخص تکنولوژی سقوط خواهد کرد. این قضیه مال قبل زمانی که واکسن قرار بود بیاد بیرون، قبل زمانی که حالا خبرهای خوب مربوط به مؤثر بودن واکسن بود، همه میگفتن که این پول از شاخص تکنولوژی میره توی سکتورهای دیگه و شاخص تکنولوژی سقوط میکنه. همون موقع من ویدیو پر کردن، تایم استمپ هم داره، میتونید برید نگاه بکنید. گفتم این اتفاق نمیفته. علتش هم خدمتتون عرض کردم و حالا میخوام راجع بهش توی این ویدیو خود بیشتر صحبت بکنم. از اون قضیه، از این به این بهونه میخوام این استفاده بکنم برای اینکه راجع به یک مسئله دیگه باهاتون صحبت بکنم. و این سوال این که میگن تو همین بورس آمریکا، بورس آمریکا چرا اطمینان داره که بورس آمریکا میره بالا؟ یه طرف. از یه طرف دیگه بچه‌ها میپرسن که خب چه جوری شده که از مثلا توی 10 سال اخیر، 15 سال اخیر اینقدر بورس آمریکا رشد کرده؟ نکنه حبابه، نکنه کلیت این قضیه حبابه؟ مگه جمعیت اینقدر اضافه شده؟ مگه چه چیزی این اتفاق افتاده که بورس آمریکا اینقدر بالا رفته؟ اقتصاددانا میان با مفاهیم اقتصادی خیلی پیچیده و خیلی ماشاءالله با علم قضیه رو توضیح میدن. من میخوام با زبون عامیانه این قضیه براتون توضیح بدم. من اقتصاددان نیستم، ادعایی هم ندارم، ولی اون درک خودم از کشش بازار بورس آمریکا رو میخوام براتون توضیح بدم به عنوان یک فرد عامی توی جامعه. شاخص تکنولوژی سقوط نکرد، واکسن هم الان اومده بیرون، توضیح هم شده، خبرهای خوبش هم اومده. شاخص تکنولوژی نه تنها سقوط نکرد، بلکه شاخص تکنولوژی بالاتر رفت از اونجایی که موقعی که من ویدیو رو پر کردم، از اونجا که نوک بود مثلا، از اون نوک باز یه خورده رفته بالاتر، با وجود اینکه واکسن هم اومده، با وجود اینکه سهام شرکت‌های مثل بوئینگ یا سهام شرکت‌های هوایی کروز لاین خیلیشون دوباره رفته بالاتر، شرکت‌های مسافرتی و جهانگردی هتلینگ، ولی شاخص تکنولوژی صعود نکرد، بالاتر رفت باز هم. ببینید، من توی همون ویدیو نمیدونم یک نقل قولی از آقای ساتیا نادلا گفتم که ایشون گفته بود که توی این سال کرونا اون راه 3 ساله‌ای که قرار بود دنیای دیجیتال بپیماید در عرض 6 ماه، در عرض 6 ماه یا 3 ماه، همچنان نقل قول دقیقش رو نمیدونم، 3 ماه یا 6 ماه پیمود این قضیه رو. این به چه معنیه؟ به این معنی که یک ضرورتی در دنیا ایجاد شد و دنیای دیجیتال اومد با نوآوری، با تکنولوژی و با خلاقیت و بهبود بخشیدن به سرویس دهی خودش اومد این نیاز رو جواب داد. خیلی سریع هم این کار رو انجام داد. اقتصاد، بورس، سرمایه وقتی پیشرفت میکنه که یا پول، تقاضا و سرویس توی جامعه بره بالاتر. 10 سال پیش، 15 سال پیش سوشال میدیا انقدر محبوب نبود. سرویس های کلاود سیستم، کلاود سرویس هایی که رو ابر داده کار میکنن، سافتویر از سرویس، SaaS، انقدر توی جامعه مشهور نبود، معروف نبود. بچه های کامپیوتر خیلی بهتر از من عمرانی میتونن صحبت بکنن. 10 سال پیش، 15 سال پیش این خبر نبود. تازه امازون اومده بود، امازون کلاود سرویسز روش اومده بود، ارائه داده بود. آیفون انقدر پیشرفت نکرده بود. 5G بحثش مطرح نبود. کامپیوتر ویژن انقدر بحثش مطرح نبود. خودروهای برقی قرار نبود انقدر بیان. ببین، خودروی برقی چیزی بود که بازار اضافه شد. سافت کلاود، ابر داده و حالا در حقیقت سیستم کلاود، بازار دنیا اضافه شد. کلی از این سرویس‌ها و نوآوری‌ها به بازار اضافه شد. وقتی اینا میاد به بازار اضافه میشه، به تبع سرمایه و سرمایه‌گذار هم میاد به بازار اضافه میشه. چون آمریکا کشور پولداریه، چون 85% سرمایه‌گذاری دنیا توی آمریکا هستن و میان هی سرمایه‌گذاری میکنن، این سرویس ها، این نوآوری ها رو میارن تعدادش بالاتر، حجمش رو میبرن بالاتر. حجم بالاتر سرویس، مقدار بیشتر GDP، GDP Gross Domestic Products، همش پروداکت نیست، پروداکتس اند سرویسز، سرویس هم توش هستش. اقتصاد رشد میکنه، اقتصاد که رشد کنه
بازار سهام هم حالا نه به صورت خطی در کنار اون، بلکه اون هم میاد و رشد میکنه به خاطر سرمایه بیشتر. یه قسمتش هم بله به خاطر اینکه حالا به خاطر این قضیه کرونا پول چاپ شده، پول بیشتری در اختیار ملت قرار گرفته، بعد مردم روی کردشون بورس هی داره بیشتر میشه، هی پولا رو بیشتر میارن میذارن توی بورس از سرمایه گذاری سنتی دیگه. به هر حال اگه پشتوانه نداشته باشه اقتصاد، اگر سرویسایی که در دنیا ارائه میشه یا در بازار آمریکا ارائه میشه پشتوانه نداشته باشه، هیچی براش وجود نداشته باشه، اون وقت که یک حباب مالی درست میشه و این حباب مالی ممکنه بترکه، مثل اتفاقی در 2007-2008 جا شد که بازار شدیداً رفته بود بالا به خاطر یه سری مورگیج آپشن، در حقیقت آپشنی کانترکت، خودش به معنای کلمه ارزش نداره، خودش به خودی خودش ارزش نداره، به خودی خودش یه کانترکت بسته میشه، هی رفته بودن ملت دریواتیو درست کرده بودن، یعنی چیزای مجازی که بکبون پشتوانه نداره درست کرده بودن روی یک سری مورگیجایی که بهش میگن ساب پرایم مورگیج یا پردیتوری مورگیج، یه سری شرکت‌های مورگیجی برای اینکه بیان مورگیج بفروشن سود بگیرن به مردمی که هیچ بک‌گراند چک روش نکرده بودن، هیچ کریدیت چک روش نکرده بودن، اومدن پول قرض داده بودن. رو هوا بود سیستم، این پولایی که اومده بود تو بازار یه قسمتش پول مجازی بود. خب وقتی که این حباب ترکید کل مارکت هم افتاد پایین. الان این اتفاق نیفتاده، الان حبابی وجود نداره، الان سرویس توی بازار موجوده، خدمات دارن ارائه میدن، الان خدمات فود دلیوری، خدمات همین ابرداده که بهتون گفتم، خدمات سافت پرایز سرویس، گیمینگ، چقدر این چیزایی که به ملت خدمات ارائه میده، حالا چه خوب یا بدش، ولی به حال خدمات ملت ارائه میده، همین باعث شده که بازار مارکت بره بالا. حالا مثلا رشد بی سابقه سیخکی مارکت بعضی موقع بیاد یه پول بکی بکنه، یه نفسی بکشه که سرعت فزاینده خودش رو کنترل بکنه که بهش میگن تسهیح. اما اینجوری نیست که بگیم حالا مثلا مارکت، کلیت مارکت به صورت حباب رفته بالا و باید نگران باشیم این حباب قرار هر لحظه بترکه. بنابراین خود شاخص تکنولوژی هم علت این که بالا رفته به همون خاطر بود که ابتدای ویدیو خودم عرض کردم، دنیای دیجیتال اومد در عرض یه مدت کوتاهی خیلی از سرویس ها رو جایگزین کرد و اونا رو بیرون روند، به جاش اومد یه سری سرویس دیجیتال و سرویس تکنولوژی ارائه داد. سرویس تکنولوژی جواب نیازهای انسان و آدمی رو داد، برای همین شاخص تکنولوژی رفت بالا. از الان به بعدم اگر قرار بشه واکسن بیاد یا حالا مسافرت ها زیاد بشه، باز من فکر نمی کنم، طبق همون ویدیوهایی که بهتون خدمتتون عرض کردم، باز من فکر نمی کنم که وقتی یه چیزی راحت تر، افیشنت تر، یعنی کاراتر، یعنی اینکه دیگه خرج کمتری میشه رو انجام داد، به جای اینکه من بیام برم مثلا یه سری آفیس توی داون تاون کشور اجاره بکنم یا شهر اجاره بکنم، بعد بیام کلی پول بدم، کلی پول اجاره بدم، کلی پولای خرت و پرتای مثلا آفیس رو بدم، وقتی که میتونم کارمندام بگم از راه دور کار بکنن یه ساعتی رو، یه سری از هزینه ها و صبرای خودم رو کم کنم، خب چرا بعد حالا پندمیک هم مثلا رفت بشه، چرا من دوباره برگردم برم مثلا برم دوباره آفیس اجاره بکنم، یا مثلا میتینگایی که میتونم بذارم، وقتی میتونم با زوم میتینگ بذارم، چرا مثلا بیام دوباره ملت رو یه جای جمع بکنم، پول ونیو بدم؟ خیلی از هزینه ها رو ملت با نوآوری جایگزین کردن و کلا اصلا بشر هم همینجوری میره جلو. حالا بحث زیاد فلسفیش هم نکنم، ولی کلا تکنولوژی علم همینجوری میره جلوتر. زمانی که کامپیوتر اومد، اینترنت اومد، الان دیگه خب تلفن از راه دور و خیلی از این سرویسایی که ما داشتیم جایگزین شده، سی دی و دی وی دی و فلش و اون چیزا داره جایگزین میشه، از بین میره، رشد میکنه دنیا دیگه، بیشتر چیزای بهتری میاد بیرون. کلیت این پندمیک واسه هر چی بد بوده باشه، واسه تکنولوژی خوب بوده و تکنولوژی واسه یه چیزا جایگزین کرده. تکنولوژی بخواد مثلا سقوط بکنه، مثلا پولا برداری رو تو بازار نفت، پولا مثلا بیاد بره تو بازارهای سنتی دیگه، این اتفاق نمیفته، بلکه تکنولوژی اومده یه سری سرویس ایجاد کرده، خودش رفته بالا، گوی سبقت رو بوده از سرویس‌های دیگه، اونا شاید به حالت اولیه خودشون حالا تا حدی برگردن، برای اون بیزنس‌هایی که کور بیزنسشون شاید برگردن، اما اون چیزایی که تکنولوژی ازشون دزدیده دیگه بر نمیگردن، مهلتایی که تکنولوژی ازشون دزدیده، برای اینکه ملت دیگه نمیان از اون سرویس‌های سنتی استفاده بکنن. امیدوارم واضح و عامیانه صحبت کرده باشم. بنابراین نترسید، بازار بورس آمریکا بالا و بالاتر میره، تصحیح خودشو میکنه. بنابراین نگران نباشید، بازار آمریکا بالا و بالاتر میره، تصحیح انجام میشه روش، میاد یه سری پول بک های انجام میشه که اتفاقا خوبه برای ما، میتونید دوباره تو کف وارد شین با روش مارکت نیوبی، میتونید خیلی مطمئن بدید و در کف خرید انجام بدید و بعد میتونید سودبری بیشتری داشته باشید. اما اینکه به فکر کنید که اوه نه الان مثلا در چند سال آینده یک سقوطی انجام میشه، من کنار بشینم منتظر سقوط بشم، این کار اشتباهی هستش. چیزی که ما سالها الان این کارو شروع کردیم، بارها و بارها اومدیم به بچه‌ها گفتیم و کسایی که وارد مارکت شدن، نمیخوام بگم دل به دریا زدن، نه، چون یه وقت ممکنه که یه سری حساس بشن به این دل به دریا زدن، نه، کسایی که عاقلانه
و با شجاعت. شجاعت میخواد وارد بورس شدن، اما اگر عاقلانه کار بکنید خیلی خیلی کار ساده ایه. کمان که الان صدها نفر که دارن از سرویس های مارکت دیوی استفاده میکنن و خیلی خوبم سود کردن تا حالا، دیگه بری ازشون بپرسی هیچ کی نمیدونه مثلا کار وحشتناکی، نه نمیدونم او میبازی و فلان، خیلی سخت بود. الان ازشون بپرسی میگن نه چه سخت نبود، دو سه ماه اولش یه خورده ترس داشتیم، یه خورده به هم کمک کردیم، هم فکر کردیم و تونستیم استفاده کنیم از این خانه نعمتی که برای ما قرار داده شده. ممنون، متشکرم که به این ویدیو توجه کردید. کامنتی دارید، سوالی دارید، اگر احساس می‌کنید من چرت و پرت گفتم بنویسید پایین ویدیو، سوالات منو تصحیح بکنید. روزتون خوش باشه.